اول سرمایه دار جهان کیه؟ بله امام هشتم علیه السلام حضرت رضا اول سرمایه دار جهان حتی موقوفاتی داره در خارج از ایران این معجزات این کرامات که از قبور ائمه شیعه به من از ظهور میرسه بالاترین دلیل بر مشروعیت زیارت اهل قبوره حالا صرف نظر از مشروعیت زیارت اهل قبور آیا رفتن به قبرستان رفتن به زیارت قبر اموات بزرگترین آثار تربیتی و اخلاقی را در روحیه ی انسان میگذاره لذا فرمودن هر وقت مست دنیا شدی برو قبرستان هر وقت فریفته دنیا شدی برو قبرستان چرا؟ یه نگاهی به این قبر رو بیانداز این مردایی که داخل این قبر خوابیدن تا دیروز زنده بودن موقعیت چونم از تو برتر و بالاتر بوده حالا دستشون از دنیا کوتاه شده از دنیا رفتن حواستو و جمعه. آخرت کنی یه قدری بترسی دست از گناه و معصیت برداری لذا امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن مردگان بهترین واعظان برای مردمان چرا میگن تشی جنازه ثواب زیادی داره یه قدم کسی بره در تشی جنازه شرکت کند میفرمان خداوند گناهان خودش گناهان پدر مادرش رو میاموزه آخه برای یه قدم چرا این همه ثواب برای چیه برای که تو نگاهی به این جنازه‌ای که مردم دارن تشییع بی بیندازی بیدار سفر و آخرت بشی به یاد مرگ و قبر و قیامت بیفتی این همه ثواب برای اینه لذا بزرگان ما عنایت داشتن به زیارت اهل قبور آقا سه چیز رمز موفقیت بزرگان بوده یک احترام به والدین هر کس به والدین و خودش احترام گذاشت به درجات عالیه رسید دوم نماز شب پیغمبر اکرم در اون لحظه آخر به امیر مؤمنان چه فرمود هر بزرگی در اون لحظه آخر سعی میکنه حرفی که از همه مهمتره به زبان جاری کنه حالا چه شخصیتی عظیمتر و بزرگتر از پیغمبر حالا حرفی که آخر همه زد چه بود سه بار به امیر مؤمنان فرمود یا علی علیک بصلاة اللیل علیک بصلاة اللیل علیک بصلاة اللیل سومین رمز موفقیت بزرگان رفتن به زیارت اهل قبور بوده یعنی به برکت زیارت اهل قبور به درجات عالیه رسیدند مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آمولی رزوان الله تعالی علیه یکی از بزرگان تهران بوده یه من وقتی نجف بودم درس میخوندم میدیدم آسد علی قاضی روزی سه ساعت میره وادی و سلام نجف تعجب میکردم آخو چرا یه همچین عالمی وقت خودشو تلف میکنه روزی سه ساعت در قبرستان وادی سلام برای چه؟ به چه مناسبت؟ تا اینکه میگه یه وقتی من به فکر افتادم به ایران برم اما نمیدونستم رفتن من به ایران به مسلحت هست یا نیست میگه یه روز توجره خوابیده بودم پامو دراز کرده بودم دم که پایین پای من کتابه اما کتاب یه قدری بالاست نمیدونستم که این پا دراز کردن من به طرف این کتاب ها توهین حساب میشه یا نمیشه میگه یه روز آسدالی آقای قاضی رو تو خیابون دیدم بدون مقدمه من گفت رفتن شما به ایران به مسلحت نیست پای شما به طرف کتاب ها دراز کردن توهین حساب میشه گفتم آقا شما از کجا از نیت درونی من خبر دادید شما از کجا به این مقام رسیدید تو من هرچه دارم از قبرستان وادی و سلام نجف دارم پس زیارت اهل قبور برادر من آثار و برکات تربیتی و اخلاقی داره زیارت اهل قبور با بحثی که امشب کردم مشروعیت ثابت شد مخصوصا زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه چقدر روایت در باب فضیلت زیارت قبر امام حسین علیه السلام داریم حالا صرف نظر از همه این روایات انقدر موضوع زیارت قبر امام حسین اهمیت داره که بعضی از فقهای قائل به وجوب زیارت قبر امام حسین شدند مثل علامه هلی میفرماید همون گونه که بر شخص مسلمان لازم و واجبه در دوره عمر خود یک بار بره به حج بیت الله الحرام همون گونه واجب است یک بار بره کربلا به زیارت قبر امام حسین علیه السلام حتی دارد که کسی که کربلا نرفته باشه ولو اینکه آدم خوبی باشه بهش برود در بهش جایی از خودش نداره مهمان بهشتیاست